از این پس دادگاه های بحرین می توانند غیر نظامیان را در دادگاه های نظامی محاکمه کنند. حمد بن ایسا آل خلیفه پادشاه بحرین روز دوشنبه قانون مربوط به اصلاح قانون اساسی بحرین درباره افزایش اختیارات دستگاه قضایی نظامی این کشور را امضا کرد. موافقت پادشاه بحرین با تعدیل قانون اساسی و افزایش اختیارات دستگاه قضایی نظامی پس از تصویب آن از سوی مجلس شورا و مجلس نمایندگان این کشور صورت می گیرد. به گفته رسانه های حکومتی بحرینی موافقت با این قانون برای حمایت از جامعه در برابر آنچه که نظام بحرین آن را عملیات های تروریستی خانده صورت گرفته است. این رسانه ها در ادامه افزودند، هدف از این قانون محاکمه همه افرادی است که به تأسیسات نظامی نیروها و دستگاه های نظامی و امنیتی حمله کنند و هدف دیگر آن حمایت از نظامیانی است که در جنگ های خارجی شرکت می کنند به گفته فعالان مدنی بحرین تعدیل قانون اساسی و افزایش اختیارات دادگاه نظامی با هدف ایجاد توجیه قانونی برای سرکوب بیشتر معترضان و کسانی است که در اجتماعات مسالمت آمیز شرکت می کنند شاین ذکر است قانون مذکور که در ابتدا به پیشنهاد شخص پادشاه بحرین مطرح شده بود پس از انتشار در جراید رسمی لازم الاجرا می شود.